اتحادیه اروپا همچنان می تواند کعبه آمال باشد، همانطور که امروز در مورد آلبانی صدق می کند، کشوری از حوزه بالکان که هنوز با مشکلات زیادی دست به گریبان است، مسائلی مانند فساد و جنایت. اما ادی راما نخست وزیر سوسیالیست آلبانی که از 3 سال پیش اداره کشور را در دست گرفته، تلاش می کند نابسامانی ها را اصلاح کند. آقای راما سلام، از اینکه ما را پذیرفتید سپاسگزارم. ممنون از شما. اجازه بدهید گفتگو را با موضوع اروپا آغاز کنیم. آلبانی از سال 2014 نامزد الحاق به اتحادیه اروپا است. شما تلاش می‌کنید که مذاکرات الحاق سریع‌تر پیش برود و این اتفاق همین امسال بیفتد. با شرایط کنونی به نظر شما اتحادیه اروپا چه جذابیتی دارد؟ فکر میکنم که مردم ما و کلن کشورهای بالکان چیزی را که بقیه مردم اروپا فراموش کردند هنوز بیاد دارند. اینکه اتحادیه اروپا برای ایجاد صلح و کرامت ایجاد شد. برای اولین بار پس از تشکیل دو کشور صربستان و آلبانی، من به عنوان نخست وزیر به بلگراد رفتم و همتای سرب من هم به تیرانا آمد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون ما همه برای الحاق به اروپا مصممیم. درست است که اروپا مشکلاتی دارد، اما این مشکلات به این دلیل نیست که اروپا کارآمدی خود را از دست داده، بلکه به این خاطر است که تلاش و رهبری برای تحقق آرمان‌ها وجود ندارد. چرا باید اتحادیه اروپا با این همه چالش آلبانی را که خودش درگیر مشکلات زیادی است بپذیرد؟ دقیقاً به دلایلی که مارین لوپن و دوستانش در کشورهای دیگر علیه توسعه اتحادیه اروپا در بوق و کرنا می‌کنند. دقیقاً به همین خاطر، به خاطر اروپای امن‌تر باید آرمان اروپا محقق شود، نه اینکه در قلب اروپا یک منطقه خاکستری وجود داشته باشد تا عوامل غیر اروپایی مثل روسیه و بنیادگرایان اسلامی بتوانند نقش آفرینی کنند و در آنجا یک منطقه نفوذ برای به خطر انداختن امنیت اروپا ایجاد کنند. قبل از آغاز مذاکرات الحاق، بروکسل خواستار اصلاحات قضایی در آلبانی خواهد شد، اصلاحاتی که احتمالاً طولانی خواهد بود. روابط پیچیده دولت شما با مخالفان روند تغییرات را در پارلمان کند می کند. شما چطور با این مشکل مواجه خواهید شد؟ Comment allez-vous sortir de cette impasse? یک سال و چند ماه است که اصلاحات را شروع کرده ایم و اکنون در حال نهایی کردن آنیم. این اصلاحات مربوط به تغییر قانون اساسی و تغییرات بنیادین در نظام قضایی است. البته کار بسیار بسیار سختی خواهد بود. صحبت‌های زیادی مطرح شده و بحث‌های بیشتری هم انجام خواهد شد. اما یک موضوع را نباید فراموش کرد و آن این که ما طبق برنامه زمانبندی شده پیش می رویم. چه زمانی این اصلاحات را عملی می کنید؟ قصد داریم مذاکرات الحاق را از پایان امسال آغاز کنیم. البته برای الحاق ابتدا باید شورای اروپا تشکیل جلسه دهد و اصلاحات انجام شود و از سوی دیگر باید به افسانه فساد و جنایت در آلبانی پایان داده شود. در آلبانی قضات فاسد نیستند. می توانید همین را به مردم کشورتان بگویید؟ این افسانه آلبانی فاسد و جنایتکار و بالکان فاسد و جنایتکار باید تمام شود. این یک حرف کلیشه ای است که سالها برای مخدوش جلوه دادن چهره این کشورها به کار برده شده است. به گفته یه دادستان ضد مافیای ایتالیا و بر اساس گزارش کارشناسان، حدود 1/3 اقتصاد آلبانی توسط باندهای جنایتکار و از طریق قاچاق اداره می شود. قاچاق مواد مخدر، اسلحه، زن و اعضای بدن.
تهوع آور است، تهوع آور. هیچ جا هیچ گزارشی از اینکه یک سوم اقتصاد آلبانی با قاچاق اداره می شود وجود ندارد. این عدد به نظر شما چقدر است؟ شما قاچاق مواد مخدر، اسلحه و زن را در آلبانی تکذیب می کنید؟ شدیداً تکذیب می کنم و قطعاً می گویم صحبت درباره قاچاق اسلحه در آلبانی کذب است. بنابراین در آلبانی جنایت وجود ندارد و همه چیز خوب است. نمی فهمم چرا باید همه چیز را سیاه و سفید ببینیم. یا کلاً هیچ مشکلی نیست یا آلبانی را جنایت برداشته. حد وسط وجود ندارد یا شاید هم چون مطبوعات دوست دارند مسئله را اینطور نشان دهند. شما می گویید آلبانی منشأ شر در اروپا است ولی این درست نیست. من اینجا نگفتم. آلبانی کشوری است که هر روز تغییر می‌کند. با مشکلاتش، با گذشته خیلی خیلی سختش. سخت‌ترین تاریخ در میان کشورهای کمونیستی را ما داشتیم. ما به مدت 50 سال محصور بودیم. آن هم نه فقط در اروپای غربی بلکه حتی در اروپای شرقی. اگر ببینید از کجا شروع کردیم، آن وقت متوجه خواهید شد که ما در این 25 سال معجزه کردیم. Un vrai miracle si on parle d'où on est parti. شما تلاش دارید اقتصاد کشور را متحول کنید. سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته. با این وجود تولید کشور هنوز کم است و واردات زیاد. تمرکز شما بیشتر بر روی چه بخشی است؟ آلبانی صاحب منابع طبیعی غنی است، نفت، گاز و مواد معدنی. آلبانی پتانسیل بالایی برای جذب توریست دارد. همینطور می توانیم بخش کشاورزی را توسعه دهیم و نیازهای خودمان را تامین کنیم. کارهای زیادی هم در بخش انرژی انجام دادیم. البته دستمزدها در کشور ما بسیار پایین است و این موضوع به ما در توسعه کارخانه ها کمک می کند. با تکیه بر همین منابع و توانمندی ها به دنبال ایجاد یک مدل جدید اقتصادی موفق هستیم. اجازه بدهید گفتگو را با یک پرسش شخصی تمام کنیم. شما پیش از ورود به سیاست نقاش بودید. از اینکه از دنیای هنر فاصله گرفتید، پشیمان نیستید؟ از هیچ چیز پشیمان نیستم. برنامه‌های دیگری داشتم، اما اکنون اینجا هستم و روبروی شما نشستم. مسئولیت سنگین اداره کشورم را دارم. بزرگترین افتخاری که یک نفر میتواند کسب کند. اما کار هنریم را هم رها نکردم. حتی در حال ایفای مسئولیت در جلسه ها و حتی وقتی با تلفن صحبت میکنم نقاشی هم میکشم و این کار به من کمک میکند تا بیشتر تمرکز کنم. اما همونطور که میبینید موقع مصاحبه نقاشی نمیکشم و خب همیشه همه چیز عالی نیست. ça marche pas toujours parfaitement. Il dira ma merci. Merci.